عراقی ها در اردوی ما چه میکنه؟ شاید از شور مختار به ما پناه آورده. خبر را نشنیدی؟ نه، طوری شده؟ میبینی که جاسوس ماست، لو رفته. این حیوان بی چشم و گوش و زبان قرار است جواب کدام معمای ما باشد؟ علاج شدنی نیست، خلاصش کنید. خورخورش همه را دیوانه می کند. این بی پدر احمق تا اونی شد به جان یک سپاه، حیثیت مرا برباد داد، بماند لشکر و فرماندهیش را برباد. این بی پدر را چه گناه؟ مقصر مافوقیست که این دست و پا شلفتی دهلق را به ماموریتی حساس برگزیده. جناب معلم، من یک گرهان به اردوی مختار اعزام کردم، یکیشان تو زردساب در. گناه من است؟ این بی شرف به سین اسبی طمع نمی کرد، لو نمی رفت. ظاهرم بن شمعید با این ضرب شست قلب فرماندهی ما را نشان. چه وقت مجادله است؟ از پیر معجزه‌گر میادین جنگ و طراح حمله های غیبیتان بپرسید آغاز. ما فعله مطیع اوانه. جوانی میکنی پسر. قصد من نیش و کنایه به جنابتان نیست. شما پیشترک مهارت و برادری خود را ثابت کردید. اجالتاً فکری به حال صدای دلخراش این ملک عذاب کنید که همه را متعذی کرده. با این صدای روبانگیز نمیتوانیم ضربت دشمن را دفع کنیم. خیز خرکره چلاخ، هزار بار تو را بگوشم باز کیفر حماقتت نیست. آخش امیر، اجازه هست شاکرین اظهار نظر کنن؟ اظهار نظر در چه بابی؟ در باب همین واقعی اسفبار و البته مضحک. مضحک؟ کجایش مضحک است؟ جسارت است آقازاده. یقین بدان عوام و ناس با شنیدن قصه این اعرابی گوش و دنبوریده به ریش ما و به ساده لوحی افکار ما میخندند. کسی به قدر یک ارزن مختار را بشناسد میداند راه انداختن دعوای عرب و عجم میان لشکر او مثل کوبیدن میخ در سنگ است. اون هم با حضور اژدهایی مثل کیسان ابو عمره. مضاف به این که دعوای بین عرب و عجم جایی کارساز است که دو طرف دعوا قدرتی یکسان داشته باشند. همه ما میدانیم که اکثریت لشکر مختار عجمانند، عرب در اقلیت است. برفرض نقشه لو نمی رفت و بین عرب و عجم نظام می شد، باز لشکر مختار آسیب جدی نمی دید. جناب ابن حور شخص موجه و مشروعی است، تا به حال خدمات ارزنده‌ای به شما و دولتتان کرده، اما جوان است و جویای نام. خام خیالی خاصیت جوانان است. در طراحی نقشه‌های تخریبی امیر نظر چاکرین را بشنوند ضرری نمی‌کند. طرح دعوای عرب و عجم فکر من بود و جناب ابن حور مأمور اجرای آن شدند. به قول شما این مضحکه از هر حیث برای ما ضروری بود. هرچه دشمن ما و افکارمان را ضعیف و عوامانه ببیند به نفع ماست. چطور؟ از توضیحات بیشتر معافم کنید. بهتر از اسرار جنگی تا وقتی به نتیجه اصلی نرسیده پوشیده بماند. چینه این جماعت شطوری است، انقدر عرب عجم کنند تا ما را از چشم مختار بیندازند. شنونده باید آقای باشند. چه محلب محلبی چونده. خیال میکردم اژدهای دو سر است که از یک دهانش آتش میآید، از یک دهانش سخنان امرؤاست. معلوم شد که این پهلوان پشمک مغز گنجشک دارد. در لشکر مختار عرب از عجم جدا شدنی بود، پسر مرجانه مجال حقه به بنی زبیر نمیداد. محلب زیاده ناشیست.
بدا به حال مصعب که گوش به دهان چروبویی دارد. چه عرض کنی؟ میترسم این قوقاهای شوم نطفه باشد و دیو بچه‌ای بزند. من حکومت عدل علی رو دیدم، مختار بوی همان عدالت رو میدم. من حال از تزمین قوقاهای قدیل. عجم فدایی مختار است. ما با جانمان بیعت کردیم. حقه محلب و مصعب مزرگی نخل مشکه است. از این گوش بشن و از آن گوش بدرش کن. من باورم شد نظرم مختار در باره بنزمایر حقیقت دارد. آنها پسر نحس تزویرند. باید به همه کردارشان شک کرد. نرو محلم، بنشین. عیار دشمن را فهمیدی؟ فهمیدی بن شمیت دژیست نفوذ ناپذیر؟ از چه روزنه ای به او حمله می کنی؟ از روزنه شرع مقدس دین. سفیری به اردویش بفرست که شرعیات خوب بداند و در جنگاوری پرآوازه باشد. سفارش کن بن شمیت را موعظه کند که در جنگ مسلمان کشی پیش قدم نشود. عباد، عباد ابن حسین هم مسلط بر شرعیات است و هم در فنون جنگ اعجوبه است. موافقم. به عباد توصیه اکید کن که در حضور بن وهب با بن شمیت مذاکره کند. بن وهب؟ شنیدم بن وهب و بن شمیت رفیق گرمابه و گلستانند و البته عقد اخوت بستند. بن وهب از جنس خود ماست، نژاد عرب را برتر از نژاد عجم می داند. احساس عجمان به مختار شبیه به رودخانه است زلال و جاری. به جوش و خروش در آیند، قادران هر سد سدیدی را ویران کنند. پکری رفیق، جسارت از یامیر. من مثل شما فکر نمی کنم. در چه بابی؟ در باب عجمان. وقتی دست راست کسی مخالف فکرش باشد نتیجه چه می شود؟ مخ دستور می دهد بکوب بر سر دشمن، دست می کوبد در مخشه خود. به جد عرض می کنم یا امیر، احساس عجمان درباره مختار مبالغه است و شاید هم تملق. آنها مختار را می پرستند چون می دانند با او می توانند بر کهنه زخمشان مرهم نهند. چه کهنه زخمی؟ چه مرهمی؟ قادسیه برادر من، قادسیه. آنها فدای مختار شدند تا از عرب غرامت قادسیه را مطالبه کنند. استغفار کن مؤمن، تو را نمی شناختم خیال می کردم یکی از صاحب منصبان دشمنی. عجم وارث سلمان فارسی است. آنها عاشق عدالت‌خواهی مختارند که مرام پیشوای من علی است. خدا کند ما که بخیل نیستیم. در حیرتم این افکار چطور به مغزت خطور کرد؟ خودت شاهد بودی و دیدی که در قوقای عرب و عجم که فتنه دشمن بود ابو عمره چه کرد. به شیوه ابو عمره می توانم به هزار و یک دلیل ثابت کنم که پشت هر عملش رمزی خفته. خدمت هم امیر. عباد، اخبار اخیر را که شنیده ای؟ بله امیر. از شما چه پنهان خیلی تعجب کردم. توقع نداشتم محلب تیر به تاریکی بیندازد. محلب تیر را درست انداخت عباد. حریف حریف باهوش و زهرداری است. بن شمیت ثابت کرد دست پرورده افسونگری چون مختار است. معاذا میخواهم سفیر صلح شوی و کاری کنی که بن شمیت بر شرعیات غلطش شک کند. امید که نزد امیر بی آبرو نشود.
تو می توانی عباد. بن شمیت مشاوری دارد به نام بن وهب که رگ عربی دارد. شنیدم همیشه با همند. احیانا غایب بود، شرط کن شاهد مذاکرات تو و بن شمیت باشد. برو. سمعن و طاعتا. حقیقتاً سفیر صلحی یا برای جاسوسی به اردوی ما آمده ای؟ جناب بن شمیت، من به شما اهانتی کردم؟ خیر. پس چرا شما به میهمانتان اهانت میکنید؟ ما به شما اهانت کردیم؟ من یکی از صاحب منصبان سپاه مصعبم. جاسوس خواندن من توهین به شأن و منزلت من نیست؟ جناب سفیر سر، شما کوتاه بیایید. ایشان علم غیب نمی دانند و نیز علم ناسیه خانی، پس نمی توانند به پیشانی شما نگاه کنند و بفهمند که شما چه کارید. برویم سر اصل مطلب. حرف حسابتان چیست؟ این جنگ به نفع مسلمین نیست. ثواب است با خلیفه زبیری بیعت کنید و مرتکب گناه کبیر نشوید. مرحبا مرحبا. حقیقتا که دلسوزی برای امت واحده اجر عظیمی دارد. تا جایی که به خاطر دارم، امیر مختار در مکه مکرمه با خلیفه زبیری بیعت کرد و خلیفه هم قول امارت کوفه را به ایشان داد. و باز یادم هست که خلیفه در آغاز کار داعیه خونخواهی از پسر پیامبر را داشت. شما بفرمایید، ما و شما چرا علیه هم قشون کشی کرده ایم؟ چند تن از قاتلین پسر پیامبر در لشکر شما هستند، آنها را به ما تحویل دهید و ختم قائله کنید. تحویل دادن چند درمانده بیدفاع رسم مسلمانی نیست. دین مبین ما رأفت و رحمت دارد. سنت حسنه پیامبر را با اسرای جنگ مرور کنید، خواهید فهمید که طلب شما طلب باطل و حرامی است. به بهانه دو سه مجرم می‌خواهید خون کرور کرور مسلمان ریخته شود. به چه دلیل این دایی را تکلیف شرعی می‌دانید؟ سفیانی ها بارها با این ادله مزورانه شیعه را فریب دادند. شما بیهوده گلو پاره نکنید. ساکتی عباد، حرف بزن. حریف من را چطور دیدی؟ زخمی و سرسخت. مختار و پیروانش حضرت خلیفه زبیری را ریاکار، دروغگو و عهدشکن می دانند. آنها ادعای خلیفه در خون حسین ابن علی را علم شیطان کرده در بوق و کرنا دمیدند که ایها الناس بشنوید. دروغ از این آشکارتر؟ خلیفه‌ای که تا دیروز دعوی خونخواهی حسین را داشت، امروز با قاتلین حسین متحد و بر علیه ما لشکر کشیدند. برخورد با هاشمیان در مکه و به دستور خلیفه شده پیازداغ شوربایشان. این تناقض ها مردم عراق را بدبین به خلیفه می کند و همین مطلب کار ما را دشوارتر کرده. ظاهراً تیرهای نامرئی جنابتان به سنگ خورده. بسای موسا در دست مختار است
که اژدها شده و مارهای جادویت را می بلعد. مختار حریف کوچکی نیست امیر. او مشهور است به جادوگر میدان سیاست و معجزه‌گر میدان جنگ. قرار نیست به یکی دو تدبیر ساده ما مغلوب شود. ملوصف فکر نمی کنم تیرهایم به سنگ خورده. هنوز به ابن وهب نامی امیدوارم. کمی حوصله می خواهد و صبر. محلب دیدی به این حرامزاده ها نمی شود اعتماد کرد؟ واقعا توقع داشتی این جماعت بی چک و چانه به میدان برود؟ پس چرا با مایند؟ چون به حمایت شما نیاز دارد. کم حمایتشان کردیم؟ نه، به قدر حمایتی که کردید اطاعتت کرده و با افرادشان در کنارتان ایستادند. بهای خونشان را بدهید به میدان می روند. سه
بگذری. حال حاضر ما به تماشای جهاد دعوت شدیم. از سلحشوری جنابتان حظ وافر بردیم. صحیح. پس چرا به نقشه حمله تن دادید؟ جون و چرایش به خودمان مربوط است. هر وقت در راه نقشه بازخواست کردن، جوابشون با من. مرحبا دلاور، مرحبا. دست مریضات شیر مرد، کارستانی کردی. محلب محلب، این بود؟ برای قضاوت خیلی زود است شیخ. سیلی محکمی به پسر زبیر زدی. مرحبا. کافیست محلب. حرمت تو و پیشگویی ها و پسگویی هایت به جای خود محفوظ. جنگ قاعده و قانون دارد. جنگ امروز ما نامش مسحکه بود. مسحکه صیاد شیر ندیده ای که به شکار شیر رفته با دیدن هیبت شیر زهره ترکانده پس می افتد. شروع جنگ یعنی مچنداختن دو حریف. امروز با کم فروشی حضرات بن کامل شاکری مچه عباد ابن حسین را خواباند. خدا به سر شاهد است که من مسخالی کم فروشی نکردم. از قضا حقیر با درایت امیر مأمور به شناسایی شیر شدم و با علم به هیبت و قدرتش به میدان رفته و تا سرحد توان پیش رفتم و به او زخم زدم. قرار بود از پشت سر و از یمین و یسار حمایت شدم که نشدم. ناچار عقب نشستم. از حضرات بپرس که چرا حمایتت نکردند. کجاست شبس پدر سوخته؟ شبس این روزا شبس نیست، شبه است. این حقه جدیدتان است؟ تا دیروز شبس مرد پخته و مغز متفکرتان بود. این چطور شبهی است که حضرات چشم به دهان او دارند و بی اجازه اش آب نمیخورند؟ شبس به حمایت عباد نرفت. شما چرا اقدام نکردید؟ ما تا رفتیم به خود به جنبیم صدای شیپور عقب نشینی شنیدیم و ما تو مبهوت ماندیم. دروغ است خبی. در گرما گرم حمله عباد من مراقب این جماعت بودم. دیدم برای کسب تکلیف پیش شبس رفتم.
از سر کنجکاوی نزدیکشان شدم طوری که مرا نبینند. شنیدم حضرات بر سر حمایت از عباد شور می‌کردند. شبس معتقد بود باید جایی بایستند که دیده نشود. میدانم جعفر، میدانم. موش و گربه بازی های شبس در این چند روز ثابت کرد حضورش در لشکر ما مثل یک سایه است، هم هست هم نیست. سیاستش به این جماعت هم سرایت کرده. قرار است دور دورها بایستند و نظارگر جنگ باشند و در دل به ما و حماقتمان قاه قاه بخندند که عجب خر مفتی. سوارش می شویم و هن هن کنان دنبالشان می رویم. ممکن است دیر به منزل برسیم اما سالم می رسیم. من هم مشمول همین تعبیرم. وسط دعوانه اقتعی نکن بیادب. بیادب تویی که در حضور امیر به جای او سخن میکنی آقازاده. من از امیر پرسیدم نه از تو. یبنهور، طبق نقشه معلب قرار نبود تو امروز اقدامی کنی. بهتر از ساکت باشی و دومت را به دوم این جماعت گره نزنی. بله امیر. امر کردم ساکت باشی، نه که بروی. خوب گوش کن بن اشعث، همینطور تو بن حجاج. این جنگ غرامتی است که دولت بنی زبیر بابت پناه دادن به امثال شما و آن عقل کل هزار رنگتان شبس می پردازد. شما کسانی هستید که دستتان تا مرفق آغشته به خون اهل بیت پیامبر است. حال نادمی دو تواب؟ بسیار خوب. برادر ارشدم حضرت خلیفه و من تن به این بدنامی دادیم تا سنت حسنه رسول خدا را احیا کنیم. قرار باشد دو دوزه بازی کنید و کماف سابق رذل و ریاکار باشید. چاره ای ندارم جز این که شما را کت و بال بسته تحویل مختار دهم و ختم منازعه کنم. امیر، کمی پرده پوشی کنی. محلب، این حکایت سیاست بازی نیست که با ریش سفیدی امثال جنابتان حل و فصل شود. این جماعت امروز جلوی چشم لشکریان به ما خیانت کردند، آن هم به دستور مردی که به قول خودشان شبه است و به عقیده من شغال. وقتی به ما پناه آورد کریه المنظری بود سراپا خفت و ذلت. ما از سر تکلیف و دلسوزی به قصاص ستمی که بر او رفته برخواستیم، اما امروز دم در آورده به کلفتی گردن حضرات. خودش که جلو نمی آید بماند بانه همکاری این دوتن شده. این شرط انصاف است؟ امیر حق دارند عصبانی باشند و در قضاوت از صراط عدالت خارج شوند. شبس میل نداشت از عباد حمایت کند. من در تمام مدتی که عباد در مضیقه بود سعی کردم قانعش کنم اما نشد. حالا ای حال فردا هم روز خداست. فردا من به میدان میروم. خواهی دید چطور لشکر مجوس را قل و غم میکنه. ببینیم و تعریف کنیم. مرخصید. امروز شما کاری کردید که بنی زبیر یک جو عقل داشته باشند باید خر و خرجینشان را بار کنند بروند دنبال بز چرانی. امیر باید از بلد باشند بز بچرانند. اشترچرانی را ای هنوزم گله اشترهای زبیر شهره اهالی بصره است. در مثل مناقشه نیست، فرق نمی کند بز بچرانند یا اشتر. معلوم شد اهل حکومت و سیاست و کیاست نیستند. نکته قابل تأمل است. این معرفت در فرجام جنگ تأثیر زیادی دارد. امیر چطور به این نتیجه رسیدند؟ تا امروز فکر می کردم حضور محلب با نبوغش فرماندهی سپاه مصعب را یک پارچه کرده. آرایش ناشیانه امروزشان نشان می دهد که فرماندهان مصعب هر کدام ساز خودشان را کوک کردند. عباد را به میدان می فرستند بیان که حمایتش کنند. این یعنی نداشتن نقشه مشترک. ما باید از همین رخنه دشمن را منکوب کنیم. ابو عمره، در همی برادر، گره پیشانیم را با چشم دل ببین امیر.
من هنوز داغدار عزیزانی هستم که خیال میکنم در حقشان ظلم کردم. وقتی تسکین پیدا میکنم که در میانه میدان باشم. فردا هم روز خداست. تو ذخیره روزهای سختی. من روی تجارب و توانایی شخص ابو عمره حساب علایده ای کردم. ممنونم امیر. من سراپا تسلیمم و تابع. یقینا فردا روز حماسه سازی مریدان علی است. بروید تجدید قوا کنید. یبنه بها عمر بنشین. به نظرت چرا ابو عمره عبوس بود؟ مثل روز روشن است. عبوس بود چون فرمانده لشکر نیست. یعنی چه؟ مسئله تون امیر، چرا با وجود ابو عمره که تا چندی پیش دست راست مختار بود فرمانده سپاه هرورا را به جنابتان دادن؟ خب تشخیص امیر مختار بوده، حتما مصلحتی دیده که مرا برگزیده. گاه ساده لوحی شما مرا میترساند. ابو عمره روزی مرد نخست قیام بوده، فتوحات بسیار کرده، رئیس مأمورین خفیه مختار بوده. امروز سرباز ساده ایست در رکاب حضرتتان. این همه تفاوت برای شما بی‌معناست. فیلمسل چه معنایی؟ ابو عمره از چشم مختار افتاده، چون و چرایش را نمیدانم. به هرورا آمده تا کسب آبرو کند. روشن‌تر حرف بزن، کدام آبرو؟ ابو عمره در هرورا فعالیت جدی نخواهد کرد تا به مختار ثابت کند هنوز مرد نخست قیام است. شاید هم نقشه کشیده باشد که ما در هرورا به فرماندهی بن شمیت شکست بخوریم. تعارفی که پاره کردنهایش هم برای ردگم کردن است. غیر ممکن است. تو ذاتن به عجم بدبینی. بدبینی و شک مرض هست، اما جرم نیست مومن. می توانی با آزمونی ساده به یقین برسی. چطور؟ فردا ابو عمره را به میدان بفرست. نه سواره، پیاده. دستور بده عجمان از اسب پیاده شوند و به مسافه دشمن بروند. تسلیم یا مقاومت ابو عمره در مقابل فرماندهش نیت درونیش را نشان خواهد داد.
امری داشتید امیر؟ حاضری پهلوان؟ بیتابم امیر، به ویژه میدانم که به مسافه بن اشعث میروم. میدانم ابو عمره، میدانم تو کشنده شمری، کسانی به دست با کفایت تو روانه دوزخ شدند که در قتل پسر پیامبر حریص‌تر از همه بودند. شک ندارم بن اشعث خبیث هم شکار خود توست، فقط به یک شرط تو را به مسافش میفرستم. چه شرطی امیر؟ پیاده به میدان بروید، نه سواره. اما افراد من در جنگ سواره بیشتر مهارت دارند. ابو عمره، به من اعتماد داری یا نه؟ بر منکرش لعنت. به شما اعتقاد نداشتم، در رکابتان بودم. تشخیص من این است تو و افرادت پیاده به میدان بروید قدرت بیشتری دارید. اما من افراد... اما بی اما، بیمیلی به میدان مرا، من خود داوطلب میدانم. نه شیخ، شما در کنار امیر بمانید و نقشه بکشید، امیر به امثال شما بیشتر احتیاج دارن. به میدان می رویم امیر، پیاده می رویم. همه از اسبا پیاده شویم. شوخی می کنی امیر؟ همان که شنیدی مهران، پیاده شویم. چشم، چرا در خشمی؟ حق داریم بدانیم چرا؟ حق تکلیفیست که خداوند مقرر کرده، ما مکلف به اجرای اوامر مافوقیم. پیاده شوید. پیاده شوید. نش هست خام تهدیدهای مصب نشد، او به حمایت ما و اشیره همان نیاز دارد. باز این بی پدر زیر پایان بی مادر نشسته. بدبین نباش، خدا حافظی میکنن. جرم است؟ شباز جان، به رگ عربی من برخورده، بی خود چانه نزن. تشر پسر زبهر برای من مثل خورناسه یک گرازیست به ابر دیده که هی سم به زمین میکوبد و خور خور میکند. امروز ثابت میکنم بنی زبهر در عراق خیکیست که ما بادش کردیم. برو به مصعب خبر بده ما حاضریم. بله امیر. ترسیدم فرار کنم. نه، هنوز نمیدانم. دل واپس مختارم مهران. بیعت این جماعت با مختار بیعت نژادی و عشیره ایست. امروز ثابت میکنیم بیعت ایرانی با مختار بیعت ایمانی است. اما چرا پیاده؟ ممکن است تله باشد. شاید، شاید هم تیرهای نامری محلب به هدف بود. به هر حال مراقب پشت سرشان باشید.
خودش است. یک ارزن غیرت ذخیره داشتی، پسرت را پیشمرگ خود نمی کردی. او جوان است با هزار رویا در سر. تو برای مردن سزاوارتری، گرچه پسرت هم زنده بودنش آفت. خفه شو عجم مجوز، امروز به جرم همه خونهایی که از ما ریخته ای سر نکبتت را پیش کشه پدرم میکنم. مهریه سنگی نیست. میتوانی قبول نکنی؟ باد آباد. تیزی چشمان رباب برندتر از شد شدن آمده است. روزهای سفین را پیدا کرده ای کیان؟ یادت می آید چه مسابقه ای داشتیم برای رفتن به میدان جنگ؟ خوب یادم هست امیر. این روزها اونقدر سبک شدم که بادرم مثل همون ایام بر شمشیرم تکیه کرده و بر زین اسبم بخسبم. از تو چه پنهان، این روزها من هم حال پروانه ای را دارم که از پیله رها شده. شوق وافری دارم برای جنگ با فرزند نحس. امیر، مجبورید بر این شغل گام زنید. شما باید در کوفه بمانید. اگر به میدان بیایید
محلب میفهمد با تمام قدرت به مسافش رفته ایم و این به نفع ما نیست. میدانم که آن حق با توست. ناگزیرم برای مدتی ولو کوتاه در کوفه بمانم. برای همین میخواهم فرمانده سپاه تو باشی. جسارتا عرض میکنم امیر، مجبورید یک بار دیگر مرا معاف کنید. ما با دشمنی موزی طرفیم. کافیست محلب بفهمد که فرمانده سپاه ما یک ایرانی است. آن وقت اوقای عرب عجم به راه انداخته سپاه را از هم میباشد. اجازه بده من سرباز گمنامی باشم که تا پای جان بر سر بیعت خود استوار است. مرحبا کیان. عقل‌های تاریک همیشه مغلوب دل‌های روشنند. این روشندلیت برکات گوهری است که از عمق دریای درد شکار کرده ای. مبارکت باشد. مبارکت باشد. مبارکت باشد. میبخشید امیر، قرار بود بی اذن شما ترک موضع نکنم، اما نشد حریف آشوب دلم شوم. چه شده؟ چرا کیان پیاده به میدان رفت؟ چرا خبری از میدان نمی آید؟ کمی حوصله می کردیم مومن. ابو عمره تازه به میدان رفته. خبر فتحش به زودی خواهد رسید. چرا پیاده رفت؟ به خاطر یک سوء ظن احمقانه. من هم دلواپس شدم. بلکن بهتر از تو و افرادت به کمک ابو عمره بروید. بله امیر. هیپ. هیپ. های. Oh!
با خودت چه کردی اخفی؟ ابو اسحاق را دریاب برادر، مبادا مغلوب خرس خاله‌های خودی شود. تو چرا کیان؟ تو که از جهل خرس خاله‌های متعصب عرب خبر داشتی، چرا تسلیم حماقتشان شدی؟ چرا از اسب پیاده شدید؟ یادت نیست مالکش در درس فنچه کرد؟ توانست نیت پاکش را ثابت کند؟ با من ایدمی؟ نه، با نیم منم. برادران، من عمر ابن شمید فرمانده شما اقرار می کنم که در باره ابو عمر خطا کرد و یا شاید خیانت. عبدالرحمن، مرگ مقدر آدمی است. بیتابی نکن جوان. حضرت عزرائیل با مخلوقات خدا تعارف ندارد، حتی با رسول خاتمش. سعی کن در شأن نام عشیره و نیاکانت عزاداری کنی. زین پس ما تو را شیخ و بزرگ قبیله کنده می دانیم.